سلام به شما همسر نوشتان بسیار عزیز. وضعیت در افغانستان این روزها خیلی بحرانی است، به خصوص برای هزارها. ما و شما تصاویری را که از افغانستان مخابره میشه، گزارش هایی را که از افغانستان مخابره میشه میخوانیم که در اونجا بخش عظیمی، یعنی هزاران خانواده از مناطق دایکندی، از مناطق اورزگان، اینا توسط طالبا مجبور به کوچ میشن و اینا تهدید میشن که باید جا و مکان و خانه و منطقه آبایی خود را که نسل در نسل در اونجا زندگی کردن باید رها بکنن و از اون منطقه باید کوچ بکنن. ما تصاویر زیاد را در رسانه ها که منتشر شده دیدیم، گزارش های زیاد را توسط رسانه های معتبر داخلی که منتشر شده همه را دیدیم. بنابراین یک وضعیت بسیار رقتبار و یک فاجعه انسانی در حال رخ دادن است. از یک سو زمستان در راه است، زمستان در حال رسیدن است و هوا داره سرد میشه. هزاران خانواده فقیر و بدبخت و بیچاره ای که هیچ چیز نداره از مناطق مختلف در بخصوصا در دایکنده، اینا مجبور به کوچ شدن و آواره شدن. عکسای را که شما میبینید اینا در رسانه های مختلف منتشر شده و حکایت از یک وضعیت بسیار نابسامان، یک وضعیت بسیار محنتبار انسانی داره. من در یک از برنامه های قبلی خودم گفتم که برای فعلا متاسفانه ما و شما چاره دیگه ای نداریم، راه دیگه ای نداریم. فقط دو تا کار از وس ما پوره هست، از دست ما برمیه، به خصوص کسانی که در بیرون از افغانستان در کشورهای غربی زندگی میکنن. اول اینکه لابیگری بکنیم. در کشورهای بیرون که هستیم، هر کس به هر زبانی که بلد هست، به خصوصا زبان انگلیسی، یه گزارش هایی را که از افغانستان میرسه اینا را ترجمه بکنه به همون زبان همون کشور میزبانش، که از این طریق ما بتونیم یک همصدایی را در سطح بین‌المللی ایجاد بکنیم. البته نوشتن، کسایی به انگلیسی هم نوشتن، کسایی هم به زبان های دیگه هم نوشتن، ولی این کم است. ما باید بیشتر بنویسیم و بیشتر فعال شیم. و کسانی که در بخش میدیا فعال هستن، اینا میتونن که مستندسازی بکنن. تصاویر رو که از اونجاها منتشر میشه و اگر کسایی رو در اونجاها داره تصاویر رو بگیرن و بعد روی از اینا تکست بگذارن و بعد اینا رو نریشن بکنن به زبان انگلیسی، به یک زبان بین‌المللی، که بعد رو بتونیم به صورت گسترده منتشر بکنیم تا جهان خبر شود. ما در برنامه قبلی هم در مورد جامعه جهانی گپ زده بودم. یک سری از دوستا گفتن، نوشته بودن که خب جامعه جهانی خودش به همین وضعیتی که در افغانستان پیش آمده دست داره. ببینید دوستا، ما دو چیز نباید با هم دیگه قاطی بکنیم. یکی جامعه دولت‌ها و حکومت‌ها هست که بدون شک این حکومت‌های غربی که در غرب هستن، اینا به هر حال از روی عمد یا از روی سهو به این وضعیتی که در افغانستان پیش آمده سهم دارن. اما در جوامع غربی دموکراسی حاکم است، در اینجا سازمان های حقوق بشری هست، در اینجا منابع و نهادهای دیگه هست که اگر ما بتانیم وضعیتی که در افغانستان به خصوص برای هزارها پیش آمده را به صورت درست و به زبان اینجایی به اینا معرفی بکنیم، کم کم این نهادها میتونن که دولت ها را تحت فشار قرار بده تا در همکاری یا در تعاملی که با طالبا قرار است بکنن، این مسئله هزارها را مطرح بکنن. و دیگر اینکه طالبان اصلا تا زمانی که حق و حقوق شهروندی و انسانی آدمها را به رسمیت نشناخته، تا اینکه دست از کوج اجباری و این ظلم و استبداد که بر علیه اقوام دیگه به خصوص هزارها اعمال میکنن بر نداشته، اینا را به عنوان یک نظام مشروع نشناسن. برای فعلا هم مشروعیت طالبان در سطح بین‌المللی دچار یک مشکل جدی هست، با اونی که چین و روسیه و پاکستان به خصوصا بسیار سعی میکنه که طالبان را به سطح بین‌المللی به رسمیت بشناسه. اما آنچنان که پیداست وضعیت به همی آسانی هم نیست. طالبا مشروعیت خود را در جامعه بین‌المللی به همی آسانی هم به دست آوردن نمیتونن. البته باز هم در سیاست همیشه، ما قبلنها هم گفتیم که در سیاست همیشه منافع مهم است. برای منافع، برای رسیدن به منافع و برای حفظ منافع دولت ها دست به هر کاری میزنن. همون رقم که همه چیز را، یعنی زحمت 20 ساله ای که در افغانستان کشیده بودند را یک شبه رها کردن و همه چیز اعلام کرد. ممکن است که خدای نخواسته، البته ما آرزو نمی‌کنیم که یک اتفاقی هم بیفته که
اینا بر اساس منافعشان طالبان را به رسمیت بشناسند. اما این امیال برای ما و شما فرصت هست که ما صدای مخالف را هم بیرون کنیم، چون پاکستان در این چند روز اواخر بسیار بسیار فعالانه لابیگری میکنه، سعی میکنه که یک تصویر بهتر و خوبتر از طالبان ارائه بده و سعی میکنن که جامعه جهانی را قانع بکنن که طالبان را به عنوان یک دولت مشروع در افغانستان به رسمیت بشناسند. خب اینا فعلا اپوزیسیون ندارن، دولت شکست خورده قبلی هم به عنوان یک اپوزیسیون فعال شناخته نمیشه. بنابراین برای از اینکه بتونیم واقعیت ها را در افغانستان انعکاس بدیم و جلوی این دروغ های پاکستان و طالبان را بگیریم، این که سعی میکنن در بیرون از افغانستان یک تصویر بهتری را ارائه بکنن، جلوی از اونا را بگیریم و برای جهانیان بفهمانیم، برای جامعه جهانی بفهمانیم که طالب تغییر نکرده، نه تنها که تغییر نکرده بلکه بدتر هم شده. طالب امروز عملا در قرن 21، در قرن که حقوق بشر منشور بین المللی، حقوق بشر به عنوان یک اصل شناخته شده بین المللی محترم شمرده میشه، همین طالبای امروز جامعه هزاره را، جامعه تاجیک را، اقوام دیگر را نه در قدرت سهم میده و نه تنها اینکه در قدرت سهم نمیده بلکه اونا را از خانهایشان بیرون میکنه، اونا را از سرزمینشان بیرون میکنه، سرزمینشان را به زور تصاحب میکنن و در این حال از او هم که بدتر اینا عشر یعنی زکات را یا مالیات سنگین را بر گرده مردم گرسنه و فقیر و بدبخت افغانستان اعمال کردند و در حالی که اقتصاد افغانستان سقوط کرده، کاروبار نیست، هیچ چیز نیست، اما طالبان هم یک بار اضافه سر مردم شده و اینا در هر جایی که هستن از مردم عشر دعوت میکنن، درخواست میکنن. خب زیاد چی نمیشم، زیاد طولانی گپ نذارم، فقط میخوایم در اینجا در مورد دو تا آرتیکل، در مورد دو تا نوشته ای که یکی در روزنامه نروژی نوشته شده به زبان نروژی در مورد کوچ اجباری در مناطق دایکندی و یکی هم ایره شما اینجا میبینید که این روزنامه کلاس کمپین هست. کلاس کمپین یکی از روزنامه های بسیار مطرح و پرخواننده نروژی هست. این روزنامه امروز این گزارش رو منتشر کرده و نویسندهش هم کسی به نام پرنیلا سولهایم هست که این گزارش بر اساس گزارش ارتباطاتی که با کسانی که بیجا شده در افغانستان، البته کوچ داده شده نه اینکه بیجا شده، و یعنی در معرض کوچ اجباری قرار گرفتن و از ترس نام خود را، نام اصلی خودم اونا گفتن نتانستن، با در ارتباط با اینا و بر اساس حرف های اونا این گزارش تهیه شده. گزارش بسیار گزارش مفصل هست در مورد وضعیت هزاره ها در کل در افغانستان در تحت حاکمیت طالبان و همچنان در مورد این کوچ اجباری به عنوان یک روند تخلیه هزاره ها از مناطق آباییشان. در اینجا نوشته که هزاره ها، یعنی به زبان نروژی نوشته که هزاره ها یک از کسانی هستند، یک از گروه قومی یا گروه اجتماعی هستند که بیشترین صدمات اجتماعی را در طول سالهای مختلف دیدن و بیشترین تبعیض را در طول حداقل 120 سال، 128 سال، یعنی بیش از یک قرن، اینا بیشترین تبعیض ساختاری را که از طرف دولت اعمال شده اینا با تجربه کردند و یکی از دلایلی که اینا این همه تبعیض بر علیهشان شده هم تفاوت‌های فیزیکی و مذهبیشان هست. که مثلا از لحاظ قواره اینا با بقیه مردم افغانستان کمی تفاوت داره و هم از لحاظ اعتقادی اینا شیعه دوازده امامی یا در کل شیعه یک پیروی مذهب تشیع در اسلام هستند که اکثریت 85 درصدی افغانستان سنی و پیروی مذهب حنفی هستند و نوشته که هزاره ها در طول چند سال اخیر هم از طرف طالبان و هم از طرف ISK یا همین داعشی که در افغانستان هستن و هر دو تایشان گروه های تندروی سنی مذهب هستن در معرض کشتار، قتل عام، نسل کشی قرار گرفتن. بنابراین باید به این مردم توجه شود و در اینجا هم نوشته که بر اساس یک گزارشی از آژانس خبری AFP 800 فامیل یعنی 800 خانواده را طالبان در مناطق دایکندی و روزگان مجبور کردند که خانه های خود را، سرزمین خود را ترک بکنند و در این شرایط بسیار سخت که افغانستان از هر لحاظ دچار رکود، دچار بحران هست، این خانواده ها را
از سرزمینشان بیرون کردند. و اینجا نقل قولی از کسی به نام حضرت، یکی از کسانی بوده که مجبور شده از منطقه خود، طالبان اونا رو تهدید کرده، از منطقه خود خارج شده، آمده در کابل به صورت مخفیانه زندگی میکنه و خانواده آقای حضرت هم بعدا به ایشان در کابل ملحق شده و ایشان وضعیت را اونجا و چشم دیدهای خود را با این روزنامه نقل کرده که چگونه طالبان اونا رو تهدید کرده و آمده که گفته که این سرزمین سرزمین ما هست و شما حق ندارین به اینجا باشین و باید اینجا را در ظرف 5 روز یا 9 روز تخلیه بکنین. داستان بسیار غم انگیز آقای حضرت و همچنان کسی دیگه به نام محمد 35 ساله هست که خلاصه هر گوشه این داستان هر گوشه از داستان های اینا یک بار سنگین از غم و مهنت را داره که یعنی هر کدام ما بخوانیم سعی فکر میکنیم که یعنی در واقع داستان خود ماست. و در نروژ هم کسی یعنی یک از دوستای ماست به نام ظاهر اطهری، ایشان کارشناس مسائل رسانه هست و تحقیق پژوهشگر هست در دانشگاه اسلو، ایشان هم بر گفته های اینها بر گفته های این دو تا منبعی که از افغانستان گزارش دادن مهر تایید گذاشته و از وضعیت اسفناک هزاره ها در تحت حاکمیت طالبا سخن گفته و اینکه هزاره ها در این اواخر به شدت در معرض یک کوچ اجباری، نقض حقوق بشر و کشتار قرار گرفته. نه تنها که اینا از منطقهشان مجبور به کوچ میشن، بلکه در مسیر راه ها در بین از این روستاها هم جوانان هزاره دستگیر میشن و کشته میشن و هیچ کسی هم نیست که بازخواست بکنه. خلاصه دوستان این خوب قرار نیست که همه اینا رو بخوانیم، من فقط خلاصهش برای شما گفتم و اون چی که مهم است اهمیت این گونه گزارش هاست. یعنی هر کسی، حالا ما و شما در هر کشور زندگی میکنیم، تقریبا در تمام کشورهای غربی ما زندگی میکنیم، یعنی در اون کشورها که هستیم فقط در لاک خود نباشیم، بخصوصا امیاله که ما به شدت نیازمند به لابیگری هستیم، نیازمند به ارتباط هستیم، باید با جامعه میزبان خود ارتباط برقرار بکنیم و اگر خود ما نتونستیم بنویسیم حداقل روزنامه های اونا دعوت بکنیم که از میدیا و رسانه هایشان دعوت بکنیم که بیان در مورد این مسئله بنویسن، در مورد این مسئله مستند تهیه بکنن که به یک شکل ما جامعه جهانی را، مردم را در مورد سرنوشتی که هزارها بهش گرفتار شده با خبر بکنیم. یعنی یک سایت دیگه هست به نام The Wall Street Journal، این هم یک سایت بسیار معروف هست، یک روزنامه بسیار معروف هست. در اینجا هم کسی به نام سیون انگل راسموسن و احسان الله امیری یک گزارش را، بسیار گزارش مفصل را در مورد وضعیت هزاره ها که در واقع یک نوع ما عرض کردم، یعنی توضیح دادم در مورد اون مقاله دیگه، اینجا هم به زبان انگلیسی منتشر شده. من فکر میکنم که نوشتن و گفتن و رساندن وضعیت هزاره ها به جامعه جهانی یکی از مهمترین کارهایی هست که ما باید فعلا انجام بدیم و اگر ما در فقط در بین خود بخوایم که دردهای خود را، مهنتهایی که جامعه ما سر دوچار شده بیایم فقط در بین خود حرف بزنیم جایی را نمیگیره. حال فرصتش ای است که، یعنی بهترین فرصت برای ازی است که ما به زبانهای دیگه بنویسیم تا کم کم جامعه هزاره را، وضعیت جامعه هزاره را برای در بیرون از افغانستان معرفی بکنیم. من قبلا در یک از برنامه‌های دیگه خودم گفتم که متاسفانه ما چنان در وضعیت خراب قرار داشتیم که حتی در بیرون از افغانستان هم ما نماینده یک کسی سخنگویی نداشتیم که ما رو معرفی بکنن، چون ما در بیرون در خارج به خارج دسترسی نداشتیم. در تا همین 20-25 سال قبل، یعنی مرز رؤیای یک فرد هزاره وقتی مسافرت میکرد فراتر از اصفهان و مازندران نمیدونم مشهد نمیرفت، آخرین مرز رؤیایش اونجا بود و اون مشهد و اصفهان در واقع لبه زمین بود. اما بعد از، یعنی در طول 25 سال اخیر ما کم کم فهمیدیم که خب میشه جای دیگه هم رفت و به خصوص از سال 2000 به بعد هزاره ها در کل جهان پراگنده شد و در کشورهای مختلف زندگی میکنن. یعنی ما زبانهای مختلف را بلد هستیم، انگلیسی بلد هستیم، زبانهای دیگه بلد هستیم و در هر جامعه ای که زندگی میکنیم سعی بکنیم خود را خود ما معرفی بکنیم، چون جامعه در مورد ما چیزی نمیفهمه و کسانی هم که قبلا در به نمایندگی از افغانستان در بیرون از افغانستان بودن اینا ما را بد معرفی کردن. اصلا
حضور ما را، وجود ما را فیزیکن در افغانستان اینا انکار کردن، اگر معرفی هم کردن بسیار بد معرفی کردن. بنابراین وظیفه ما و شما سنگین هست که ما حالی باید خود ما این کار را انجام بدیم، معرفی بکنیم به جامعه که ما کی هستیم، تعداد ما چقدر است و تاریخ ما چیست. ما تجربیات تلخ را که آبا و اجداد ما نسل در نسل کشیده با جامعه جهانی در میان بگذاریم و معرفی بکنیم که ما 1000 نفر یا 2000 نفر نیستیم. چیزایی را تا داستانهایی را که به خاطر ما بافتن برای ما بافتن برای زی که ما را معرفی بکنن، این داستانها غلط است. معرفی که ما را کردن این معرفی غلط است. ما باید خود ما خود را معرفی بکنیم. ممنون از توجهتان، معذرت اگر کمی احساساتی گپ زدم، چون واقعا وضعیت چنان است که آدم نمیتونه احساساتش کنترل بکنه.